بریم ببینیم چه خبره در فضای مجازی فوتبال کشورمون. اتفاقات همین چند ساعت گذشته رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. علیرضا فغانی بازی حساس برگشت نیمه نهایی تیم‌های ژاپنی یوکوهاما مارینوس و اولسان اچ دی کره جنوبی رو روز چهارشنبه 5 اردیبهشت در یوکوهامای ژاپن سود می‌زنه. آرزوی موفقیت می‌کنم واسه فغانی که ایرانیه اما برای کشور استرالیا سود می‌زنه. امروز هم تمرینات باشگاه پرسپولیس انجام شد و استقبالی که هواداره این تیم در آخرین تمرین قبل از بازی با ملوانشون انجام دادن و پرسپولیسی‌ها اگه بازی با ملوانو ببرن و استقلالی‌ها یه مساوی بکنن در مقابل آلومینیوم عراق تمومه، جای پرسپولیس و استقلال عوض میشه. با اعلام پاکو خمس، گوستاو واگنین به علت مصونیت در دیدار فردا برابر زوباهن شرکت نمی‌کنه. آها، من در مورد جزئیات ورود هواداره استقلال به کمپ ناصرخان اجازی هم بگم که سرمربی استقلال روز گذشته برای دلجویی با هوادار صحبت کرد و بعد به سمت کمپ را افتاد، اما با توجه به اینکه خیابان فرعی بود و ماشینش سرعت زیادی نداشت، گروهی از هوادارا پشت سر اون راه افتادند و بلافاصله بعد از اینکه یه لنگ در برای ورود اتومبیل جواد نکونام باز شد، مردم به سمت کمپ اجازی هجوم آوردند. ببخشید دیگه من تصاویرشو پیدا نکردم هرچی گشتم. ازدحام جمعیتم به گونه‌ای بوده که کارکنان کمپ نتونستن وارد ورود مردم بشن و حتی یه لنگه دیگه دربم بابت هجوم و فشار مردم شکسته شد. آقا بذارید بیان، الان طرفدارای پرسپولیس اومدن، طرفدارای استقلال هم بیان. آقا استقلالیا دوست دارن تیمشو تمریناتشون رو بیان از نزدیک ببینن. من بعید میدونم هواداری استقلال با تیمشون و جواد نکونا مشکل داشته باشن. این اختلافات درون تیم باعث شده که یه دو دستگی بین هوادارا هم ایجاد بشه. زمان بازگشت وحدت هنانوف به تمرینات سنگین و قرار گرفتن در شرایط بازی فعلا نامشخصه و باید ببینیم چه زمانی قادر به همراهی سرخپوشان خواهد بود. اینا رو گفتم، حالا یه منهای فوتبال بریم سراغ فوتسال. نمیدونم چی بگم، ضرب و شتم داوران در فینال جام رمضان رو ببینید. این مسابقه در شهر محمدیه استان قزوین برگزار میشه، یعنی مجید الان خوب میتونه اطلاعات بده. با هم دیگه ببینیم. سیروس پورموسوی در آستانه بازی با صنعت نفت آبادان گفته که با انتخاب آقای بیژن حیدری و کمک‌های با تجربه‌اش فردا هم تیم ما هم تیم صنعت نفت میتونیم یه روز خوب رو پشت سر بذاریم و دغدغه داوری نداشته باشیم. اعتقاد من اینه که همه داوران شریفن، اما با توجه به اینکه وارد بازی‌های حساس آخر فصل شدیم، انتظار ما از کمیته داوران اینه که داورای با تجربه رو برای قضاوت بازی‌ها انتخاب بکنن. اونایی که قضاوت دیدارهای سخت و پشت سر گذاشتن راست میگه. آقا بازیای مثلا میان جدولی روی داورای نچندان تجربه بذارن، اینایی که واسه قهرمانی میجنگن، بازی استقلال، پرسپولیس، تراکتور سپاهان و البته حالا پایین جدولی نساجی، صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان، اینو باید داورای مجرب بذارن که خدای نکرده حقی از تیمی خورده نشه. آقای صداقت مربی نساجی هم گفته که رنگ پیراهن تیم رو بازیکن‌ها انتخاب میکنن. فکر نمیکنم فردا مقابل سپاهان سفید بپوشیم، چون میدونید دیگه یه سری شایعات هست، شایعات که خواهش میکنم از ساکت الهامی هر چیزی برمیاد که رنگ قرمز نمیپوشه. چرا؟ به خاطر همین مسائل جادوگری و این داستانا. پوستر باشگاه ملوان برای بازی با پرسپولیس رو میبینید، خیلی جالبه دیگه، از نماد پرسپولیس هم استفاده شده. در جلسه هماهنگی دیدار سپاهان اصفهان و نساجی مازندران، جالبه بهتون بگم که نساجی با پیراهن قرمز پا به زمین میذاره که نقص شد. کلا فراموش کنید حرف منو. در مورد تمرین پرسپولیسی ها گفتم بگم که سرخپوشای پایتخت امروز بعد از شرکت در جلسه فنی و شنیدن صحبت های سرمربی تمرین خودشون رو آغاز کردن. بیرانوند و هنانوف هم کماکان مصدومای اردوی پرسپولیسن و سایر بازیکن‌ها با رویه بالا در تمرین شرکت داشتن. تصاویری از تمرین امروز پرسپولیسی‌ها رو می‌بینید. آقا اسپانسر باشگاه استقلال که یادتون هست، موبایل موسوی، ببینید واقعا کلاهبردار بودن و اینا. با هم دیگه ببینیم. سلام، پیام خودتون مشاهده می‌کنید. من 12 آبان یه آیفون 13 سفارش دادم، 71 روز شد نیومد. من پیام دادم نوشتم دقیقاً کی میرسه دستمون، که مشاهده کنید وایسال خودتون ببینید، گوش کنید. سلام، وقتتون بخیر، موعدتون میشه برای 6 بهمن ما. سلام وقت. حالا گفتن 6 بهمن،
و اینکه دوباره من 6 بهمن پیام دادم گفتم قرار بود 6 بهمن بیا چی شد، نوشتن که از 20 اسفند تا 20 فروردین هیچ تحویل و ارسال کالا نداریم. حالا من قبل تمام این داستانا سفارش داده بودم، بعد اومدم دوباره پوینتر نوشتم علت این ترخیص چی بوده، نوشتن که ترخیص دیر کالا از گمرک خیلی مسخره است. بعد دوباره پیام دادم سلام گوشی من چه ارسال نشده، گفتین 6 بهمن، بعد گفتین 16 بهمن، امروز 17 بهمن، دقیقاً کی ارسال بشه، دقیقاً کی قرار ارسال بشه، نوشتن که سلام با تاخیر ارسال میشه، پشتیبانی موبایل استقلال ها بچا حواستون جمع باشه. بعد دوباره پیام دادم من چند وقت بعدش نوشتم سلام این گوشی ما چی شد، نوشتم که این تاخیر تموم نشده، امروز فردا میکنین. بعد پیام دادن که مجدد با تاخیر ارسال میشه. بعد نوشتن که تا هفته اسفند ارسال میشه. بعد هفته اسفند پیام دادم نوشتم گوشی چرا ارسال نشد، بعد اینکه برگشتن گفتن از سمت مجموعه در حال تماس گرفتن با شما عزیزان هستن که اصلا با من هیچ تماسی نگرفتن. بعد دوباره پیام وایس دادن که وایس هم دادن وایس اصلا باز نکردن. بعد دوباره نوشتم سلام این گوشی ما چی شد، هفته اسفند قرار بود برسه دستمون الان 10 اسفند شده. بعد نوشتن که دلایل مسخره و بارها نمیدونم از گمرک ترخیص نشده، ما سعی و تلاشمون میکنیم تا آخر ماه برسه، بعد فلان و اینا. بعد دوباره نوشتن تا آخر ماه یا بعد عید، خدا قوت خسته نباشید. بعد نوشتم که بی زحمت آدرس بفرستید حضوری بیایم، فکر کنم اینجوری نمیشه. و نوشتن تحویل حضوری تحت هیچ شرایطی نداریم. آمار تعویض طلایی ها تو لیگ برتر فوتبال کشورمون که پاکو خمس بازیکنای تعویضی که اومدن 11 گل و پاس گل دادن، سپاهان مورایس 10 گل، هوادار مسعود شجاعی که حالا شجاعی هم به خمس و مورایس نزدیک شده طبق گفته سایت فوتبال 360، و تیمایی که هستن ملوان مهدی تارتار مثل رفسنجان، پرسپولیس، استقلال، شمس‌آذر و الی ماشاءالله. در دور جدید نظرسنجی سایت فیفا برای اضافه شدن یه تیم به بازی FC25 تراکتور بالاتر از پرسپولیس و استقلال در صدر قرار گرفته. میگم دیگه هواداری تبریزی کلا ترکا پرشورن و جذاب. من یه بار دوست دارم برم ورزشگاه یادگار امام، رفتم تبریز اما نبود، اون موقع لیگ نبود و تعطیلات پیشفصل بود. علیرضا بیرانوندم بعد از بازی با ملوان گچ دست خودشو باز میکنه و باید ببینیم برابر صنعت نفت آبادان مجوز بازی دریافت میکنه یا نه. چند تا خبر کوتاه. سیاوش اکبرپور گفته که قلعه نوئی نابغه فوتبال کشور ماست. باشه. فرشید باقری گفته که بازگشت به استقلال انشالله. ملوان تو 6 بازی اخیر خودش فقط 3 گل خورده. اینم از لحظات به یاد موندنی ملوان و پرسپولیس که حالا شما در تصویر دارید مشاهده میکنید، همینطور که شما هم نگاه میکنید. من بگم که نبرد کلاسیکه دیگه که یادآور جدال‌های تماشایی و خاطره انگیز دو تیم در گذشته‌های دور و نزدیک خواهد بود. سرخات جمعه شب آزادی هفته 23 به مصاف پسرای انزلی میرن، جدالی همیشه تماشایی که به سبب شرایط جدول با حساسیت چند برابری برگزار میشه. تارتار و شاگرداش فراتر از انتظار ظاهر شدن، 38 امتیاز برای کسب سهمیه میجنگن. بازگشت ملوان به آسیا مأموریت دشواریه که البته صرف تلاش برای به دست آوردنش هم موفقیتی بزرگ به حساب میاد. در سمت مقابل اما پرسپولیس هفته به هفته به صدر نزدیکتر میشه. سرخا از 7 بازی گذشته خودشون 6 بازی رو بردن و فقط تو شهرآورد پایتخت متوقف شدن. اونا برای رسیدن به بالاترین نقطه جدول راهی جز شکار قوی سپید نخواهند داشت. محرومیت عثمان و مصونیت بیرانوند بزرگترین دلنگرانی سرخاست. نکته ویژه بازی اما تقابل احتمالی، گفتم دیگه، امروز محمد عمری، میلاد سرلگ با همبازی سابقشونه که برای خدمت سربازی هم به ملوان رفتن. استقلالی هم برای تداوم صدرنشینیشون چاره‌ای جز شکست میزبان ندارن. توقف خونگی مقابل مس اختلاف صدر جدول رو به یه امتیاز کاهش داد و هر نتیجه جز پیروزی به معنای در خطر قرار گرفتن یک کتازی بلند مدت استقلالی هست. پارگی ربات صلیبی و خونه نشین شدن مهدی مهدیپور در حساس ترین هفته های لیگ بدترین خبر برای صدرنشین بود. بعد از یامگا این دومین مهره ارزشمند آبی هست که به دلیل مصدومیت شدید از دسترس خارج میشه. بدشانسی هم آوردن استقلالی ها این فصل. احمد آلنمه هم قبل از بازیشون مقابل شمس‌آذر قزوین گفته که قطعا میتونیم جایگاهمون رو بهتر بکنیم. محرم نویدکیا که بازی دارن مقابل پیکان، محرم نویدکیا سرمربی مثل رفسنجانه، گفته که اشتباه کنیم ممکنه برامون خیلی گرون تموم بشه و مقابل پیکان باید خیلی باهوش عمل بکنیم. اینم تحریم کنفرانس خبری تیم صنعت نفت آبادان توسط خبرنگاران. یک پارچگی هم بین خبرنگارا به وجود اومده که اگه سرمربی نیاد به نشست خبری تحریمش میکنن. مثال بارزش میشه مهدی تارتار. البته مهدی تارتار که دلیل منطقی داشت و محمد نوری اومد و خبرنگارا ازش سوالی نپرسیدن و قرار این رویه رو ادامه بدن. به نظرم این اتفاق خوبیه. از نقاط تمام احترامی که برای شما قائل هستیم، خبرنگارا تصمیم گرفتن که سوالی نپرسن به خاطر احترامی که باید برایشون قائل باشه باشگاه نفت آبادان.
که با ما اعلام کردن نهایی کمالبند بیاد، ما تصمیم گرفتیم که سوالی نپرسیم و تحریم کنیم. من از شما تشکر میکنم. اگه سوال هم نپرسید کارم رو راحت‌تر میکنید. انشاءالله که موفق باشید. واقعا آقای کمال میخواستم به جلسه بیان، منتها زمینی حالا که من نمیدونم. حالا این تو ساعتاتون خیلی از سرمربی‌ها این بهونه رو کردن. حالا نه بهانه نیست واقعا. نه واقعا بهانه نیست. نه واقعا بهانه نیست. من صادقانه خدمت شما عرض کردم. همین الان اگه دوست داشته باشید با هم میریم سر تمرین. اونجا به هر حال در خدمتتون هستم. حالا هر تصمیم دوستان گرفتم و در خدمتتون هستم. اگر سوالی ندارید که ممنون از شما. اینم صحبت‌های هواداری استقلال در مقابل هتل محل اقامت آبیا تو عراق که مضمونش اینه که به این سه امتیاز نیاز داریم. نه که شما دلگرمی منه، من واقعا تمام منتی نیستا. هم با شما گپ زدن رو من لذت میبرم ازش. هم فوتبال رو خیلی دوست دارم. واقعا من از دیدن فوتبال، از خود فوتبال، از بازی کردن فوتبال لذت میبرم. حالا چه PS4ش باشه چه PS5ش باشه، اگه خواستید بیاید و اگه تهران بودید بگید به من بیام یه دست ببرمتون. و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. بچه لایک و سابسکرایب هم بزنید. دمتون گرم، فعلاً.